درود بر شما. این یک ماژول آمپلیفایر. ما می‌دونیم برای کم و زیاد کردن ماژول‌های آمپلیفایر ما مجبوریم صدا رو از منبع کم و زیاد کنیم. یعنی اگر موبایل بهش متصل کردیم، با تنظیم صدای موبایل می‌تونیم میزان ورودی رو تغییر بدیم تا صدا در بلندگو تغییر کنه. ولی می‌تونیم یک ولوم یا پتانسیومتر تو مسیر بذاریم که دیگه نیازی به استفاده از ولوم صدای موبایل نباشه یا هر وسیله‌ای که شما دارید. من در اینجا دو تا ولوم قرار دادم، یکی برای صدا، یکی برای زیرو بم. اول مدار رو امتحان کنیم. به علت قانون کپی رایت من از موزیک های یوتیوب استفاده میکنم. اول تستش کنیم. این ولوم صداه. حالا زیرو بم. این صدای زیرو بمه و این صدای ولوم. خب همونطور که مشاهده فرمودید، بس ما میتونیم هم صدا رو تنظیم کنیم هم صدای زیر و بم رو. حالا شماتیک رو کاغذ براتون میکشم تا شما بتونید اجراش کنید. خب چطور این کار رو انجام بدیم؟ ما به اینا میگیم ولوم، همون پتانسیومتر، همون مقاومت متغیر. داخل اینا چیه؟ یک مقاومت شبیه اینه که دو طرفش میشه دو طرف پایای ولوم و یک زبانه در وسطه و این زبانه حرکت میکنه، بس میتونه مقادیر رو تغییر بده. این توضیحات رو برای بینندگانی میدم که شاید تازه الکترونیک رو شروع کردن. بس یک ولوم به این حالته، سه تا پایه داره و در اینجا یک مقاومت هست. نماد مقاومت به این حالته، در اینجا یک زبانه هست. ما این زبانه رو حرکت میدیم با چرخش این. بس در این قسمت ما یک مقاومت داریم که میشه این بخش و در این بخش یک مقاومت دیگه که میشه این بخش. بس با حرکت این زبانه مقدار این دوتا مقاومت تغییر میکنه. به خاطر همین به اینا میگیم مقاومت متغیر. بعضی از اینا به صورت استریو هستن، یعنی دوتایی هم. کجا استفاده میشه؟ من در اینجا فقط صدای موبایل رو از طریق یک سیم وارد کردم. این فیش استوریو هست، یه دونه منفی داره و دو تا صدای خروجی. یعنی در اینجا که من یک سیم وصل کردم، یک سیم دیگه هم هست. پس اگر بخوایم صدای استوریو داشته باشیم، باید از این ولوم استفاده کنیم، ولوم استوریو، و این مدار رو روی هر دوتا اجرا کنیم، یعنی هم بخش بالا و هم بخش پایین، تا صدا به صورت استوریو وارد بشه. من فعلا از تکسیم دارم استفاده میکنم. به این میگه مولتی ترن. این هم همون پتانسیومتر یا مقاومت متغیر، سه تا پایه داره. این هم همونه، پتانسیومتر، سه تا پایه داره. این هم بهتون نشون بدم، این هم ولوم استوریو هست. دو آمپلیفایرهای خود رو زیاد استفاده میشه. حالا این مدار رو چجوری اجرا کردم؟ شکل ظاهری قطعات رو میگشم تا شما به راحتی بتونید لعیم کاری کنید. این ولوم اوله. من اینجا 100 کیلو گذاشتم. میتونید مقادیر رو تغییر بدید و نتایج رو ببینید. این دوتا پایه رو به هم متصل کردم و در اینجا یک خازن قرار دادم. این خازن 10 میکرو هست. طرف منفی اینجاست، مثبت اینجا. اینو به چه دلیل اینجا قرار دادم؟ این خازن به این دلیل در اینجا قرار گرفته که اگر از طرف ماژول ولتاژ دی سی وارد شد، این ولتاژ از این مسیر به گوشی موبایل وارد نشه، چون قرار ما خروجی موبایل رو اینجا متصل کنیم. پس این خازن برای جلوگیری از ولتاژ دی سی هست. این دوتا پایه هم به هم وصله. این ولوم. حالا میریم ولوم دوم.
این پایه رو آوردم اینجا متصل کردم رو پایه اول. اینم 100 کیلو. حالا نیاز به یک خازن داریم. خازن رو اینجا قرار دادم با یک مقاومت. آوردم رو پایه آخر. این خازن 6.8 نانوه. روش نوشته 682. این مقاومت هم 1 کیلو. مقدار این خازن رو زیاد نذارید. میتونید از 10 نانو هم استفاده کنید ولی مقدارش رو زیاد بالا نبرید. روی 10 نانو نوشته 103. این خازن ها مثبت و منفی ندارن، یعنی جهت ندارن. خب حالا سیمای خروجی کجاست؟ خروجی که به ماژول میرسه اینجاست، پای وسط. به اینا اتصال نداره. منفی کجاست؟ از اینجا. پس این ماژول آمپلیفایر هست. اینجا منفی، اینجا ورودی صدا که میگیم مثبت. یه ورودی دیگه هم داره که به صورت استریو هست که ما بهش میگیم left و right. پس منفی مشترکه، یکی از پایه‌ها رو انتخاب کردم. برای حالت استریو که گفتیم باید از ولوم استریو استفاده کنیم، در اینجا دو تا پایه است، یعنی پایه‌های وسط. سیم دوم رو باید روی right بزنید. خب حالا ورودی های صدا کجاست؟ این ورودی اصلی از اینجا. منفی کجاست؟ همین منفی. پس اینجا میشه اینپوت. پس صدا رو اینجا وارد کنید. خروجی صدا به ماژول میرسه اینجا. ماژول چند تا گزینه داره. در اینجا اسپیکر داره. یه اسپیکر دیگه هم اینجا داره. ولتاژ هم در اینجاست. مثبت و منفی که میتونه از 12 تا 20 ولت باشه. کل این مدار همینه. این خازن ورودی که از ولتاژ دی سی جلوگیری میکنه. دو تا پایه اول، پایه سوم اومده رو پایه اول، پایه وسط خورده به ماژول، اینم منفی. حالا این خازن و این مقاومت رو دو طرف ولوم هستن. ورودی صدا روی این خازن و اینم منفی که اومده روی این مقاومت. بعد از اینکه مدار ساختید میتونید ولوم ها و ماژول رو داخل یک جعبه قرار بدید و خروجی ها رو توسط کانکتور به بیرون هدایت کنید. ممنونم که این ویدیو رو نگاهید.